Välkomna till Studio Sverige. Hoş amadid be Studio Suede. Vi ska idag tala om att Gud önskar att du ska vara välsignad. امروز می‌خوایم در این مورد صحبت بکنیم که خدا می‌خواهد که شما برکت. Ja, du hörde rätt. Gud önskar att du som lyssnar ska vara välsignad. خدا می‌خواهد که شما برکت یابید. می‌خواد که شما مبارک باشید. Vi läser ifrån 3 Johannes vers 2. از رساله سوم یوحنا رسول می‌خوانیم و آیه دوم. سوم یوحنا آیه 2. ای حبیب، دعا می‌کنم که در هر وجه کامیاب و تندرست باشی، چنان که جان تو کامیاب است. این رو می‌تونیم ازش صحبت بکنیم در مورد برکات سگانه. نمبر 1، framgång i allt vad du gör. شماره 1 این هست پیشرفت و موفقیت در هر چه که انجام می‌دهی. Vara vid god hälsa. و برخوردار بودن از صحت و عافیت و تندرستی. Att det står väl till min själ. این که جان من کامیاب باشد پیوسته. Vet du det att Gud är god? می‌دانید که خدا خدای نیکویی هست. Han är bara god. و او فقط و فقط نیکوست. Han är alltid god. و او همیشه پیوسته. Han har bara goda planer för dig. خوب است و فقط برنامه های نیکو برای شما. Gud kan inte vara i ena fallet ond och i andra fallet god. Han är bara och alltid god. خدا نمیتواند یک بار خوب باشد یک بار بد باشد، بلکه او پیوسته و همواره نیکوست. رومبرویت 8:32. رومیان را میخوانیم از نامه رومیان فصل 8 و آیه 32. آیا خدایی که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم کرد، با بخشیدن او همه چیز را با سخاوتمندی به ما نمی بخشد؟ Gud har goda och framgångsrika planer för dig. خدا برنامه ها و نقشه های موفقیت آمیزی برای شما دارد. Säg någon annat så är det bara lögn. اگر کسی چیز دیگری در این مورد میگوید این دروغ محض است. Att tro på Guds godhet för dig fram i framgång. پس ایمان داشتن به نیکویی الهی، به نیکویی خدا، شما را به پیش میراند برای پیشرفت. Först kan vi titta lite på Guds egenskaper. اول از همه می‌خوایم یه نگاهی بکنیم به خصوصیات و سیرت الهی. Första Mosebok vers 1-31. می‌خوانیم از کتاب پیدایش آیه و باب اول و آیه 31. و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار نیکو بود. Alltså Gud såg på allt som han hade gjort. پس خدا هر آنچه را که خلق کرد را نگاه کرد. Mycket, mycket, mycket gott. و دید که بسیار بسیار نیکوست. För det är Guds egenskaper och hans karaktär. چون که این خصوصیات و سیرت و ذات الهی است. Om Gud 100% får bestämma så blir det mycket, mycket gott. اگر خدا 100% بتواند تصمیم بگیرد، اون وقت است که بسیار بسیار نیکو و عالی خواهد بود. Först skapade Gud materiella världen. اول از همه خدا دنیای مادی رو ساخت. Mycket vacker och rik på allt. بسیار زیبا و غنی از همه چیز. Se bara på den vackra naturen. شما به این طبیعت زیبا نگاه بکنید. När vi människor inte har förstört den. وقتی که البته انسان ها اون را از بین نبردند. Så är det så vackert och så fint. اونقدر زیبا و نیکو هست. När allt detta var gjort och han kontrollerade att såg att det var mycket gott. وقتی که همه چیز نیکو بود و وقتی که او همه چیز رو ساخت، آفرید و نگاه کرد و دید که همه چیز نیکو و خوب است. Så placerade han människan i skapelsen. پس انسان را جایگزین کرد در خلقت. Mitt i den här lustgård. درست در میان اون باغ میوه یا باغ عدن. Allt var klart. همه چیز کامل و آماده بود. Vad människan skulle göra det var att vaka över och njuta av det. اون چی که انسان میبایست انجام میداد این بود که از اون نگهداری بکند و مواظبت کند و کارش رو انجام بدهد و با خدا مشارکت و همنشینی داشته باشد. لس فرشته موسی بوک 1-26 اوکسو. الان میخوایم بخونیم از پیدایش 1:26 و 28. با
باب 1 آیه های 26 و 28. و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم، تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و همه حشراتی که بر زمین می‌خزند حکومت نمایند. پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. Gud välsignade människan. خدا انسان را برکت داد. Jag har läst om en man som heter Calvin. من در مورد مردی به نام کالوین خواندم. På ett mycket bra sätt har förklarat vad ordet välsignelse betyder. که به نحو احسن کلمه برکت را معنا کرده است. Och lyssna noga. و این رو به با دقت گوش بدید لطفا. Guds välsignelse. برکت خدا. Är Guds godhet i handling. نیکویی خداست در عمل. Genom vilken en rikedom. که به وسیله آن هر ثروتی. Av allt gott strömmar ner till oss. که به وسیله آن هر ثروت نیکویی. نیکویی به نزد ما پایین می آید. Från honom som är all godhets källa. از او که سرمنشأ و سرچشمه هر نیکویی. Tycker det är fantastiskt bra beskrivet. من فکر می کنم این بسیار زیبا این رو و شگفت انگیز این رو به تصویر کشوند. Att välsignelse betyder inte bara Gud säger jag välsignar och sen menar inget, utan det är i handling. برکت به این معنی نیست که ما فقط آرزوی برکت برای کسی بکنیم و بعد از اون دیگر چیزی نشد، اتفاق نیفتد. Guds godhet praktiskt. بلکه نیکویی الهی عملی هست. Jag ska berätta om en ung grabb. در مورد میخوام در مورد یک نوجوانی صحبت بکنم. هان بوده ای سید کره. این جوان یا این نوجوان در کره جنوبی زندگی میکرد. و یا فرستاد سو وان لیت فرستونس هندیکاپاد. و اونطور که من فهمیدم ایشون یک کمی عقب ماندگی ذهنی داشت. نه یک تیم پاستور. ولی کن ایشون رفت پیش اون شبانش کشیش کلیسا. و سا سنلا پاستور بی فر می ات گو برا فر می و بی فر می وای اسکا یورا می میت لیو. و گفت که خواهش میکنم ای شبان نیکو که برای من دعا بکنی تا اینکه من متوجه بشم ببینم که با زندگیم چه کار باید بکنم. و پاستون فیکت اور تی پویکن. و این شبان یک کلامی از خدا برای این جوان گرفت. وارد سالت. گفت که نمک باش. فقط همین رو گرفت. Och i vanliga fall betyder att vara ett salt, det betyder att man är så att säga ett vittne och är ett salt där det finns en förruttnelse. به طور معمول و در ادبیات مسیحی به این معنی است که وقتی که میگوین نمک باش، یعنی که در جایی باش که ممانعت بکند از فساد. Men den här grabben han tog det på ett annat sätt. ولی کن این جوان این رو به جور دیگری برداشت کرد. Han gick och köpte en stor säck salt. رفت و یک کیسه بسیار بزرگ نمک خرید. Så la han det i små plastpåsar. و این نمک را بسته‌بندی کرد در پلاستیک های کوچک. Så gick han ut och knackade dörr och sålde de här små plastpåsarna med salt i. و رفت و در خانه ها را میزد و این پلاستیک های کوچک پر از نمک را میفروخت. Och han la på en vinst. و یک سود و منفعتی کسب کرد. Så när han sålt det så kunde han gå och köpa ytterligare stora säckar med salt. و وقتی که این رو همه رو کاملا فروخت، رفت و دوباره یک کیسه نمک خرید. Och hans pastor han predikade just det här att Gud vill att vi ska vara välsignade. و شبان اونها کشیششون در مورد این صحبت کرد که خدا میخواهد که ما برکت داشته باشیم. Och pojken tog det här till sitt hjärta. و این پسر این جوان این کلام رو به دل خودش گرفت. För att göra historien kort. اگر که بخوام این رو کوتاه بکنم. این مرد روش کرد و بزرگ شد. و هان blev företagsledare och hade den största företaget med när det gäller salt i hela Sydkorea. مسئولیت یک تجارتخانه ای رو به دست گرفت و پیوسته گسترش پیدا می کرد و توسعه پیدا می کرد تا اینکه شد بزرگترین فروشنده نمک در
کره جنوبی. هم blev mycket rik och förmögen. اون بسیار پولدار شد و خیلی ثروتمند شد. Men samtidigt ett gott hjärta. ولی کن همزمان دلش را حفظ کرد که یک دل نرم و نیکویی داشت. Och han blev en utav de som var med i styrelsen för den här församlingen. و اون یکی از اعضای این هیئت مدیره این کلیسا شد. Vad vill säga med det här är? اون چی که میخواهم با این بگویم به شما این است. Att Gud bryr sig inte om dina förutsättningar. که خدا نگاه نمی کند که ببیند شما چه پیش شرط هایی دارید. او تصمیم گرفته است خدا که شما پیشرفت و ترقی بکنید. نمی وای ایران سو سوگ یا مونگا سو کنه سیتا پا گاتان و کنکه بارا سلیا توگم ایل سیگرت تندره. وقتی که من در ایران بودم بسیاری رو دیدم که در کنار خیابان ها نشستن که آدامس می فروشن و یا فندک و اینها می فروشن. Men Gud vill välsigna dig. ولی که خدا میخواد شما رو برکت دهد. Så din affärsverksamhet kan expandera och växa. تا اون چه که باش تجارت میکنید، بازرگانی میکنید، اون توسعه و گسترش پیدا بکنه. نه Gud har sin hand över ditt liv. وقتی که خدا دستش رو بر روی زندگی شما قرار میده. Han vill välsigna dig. و شما رو برکت میدهد. Vi läser ifrån första Mosebok 2:16. از کتاب پیدایش باب دوم آیه های 16 و 17 میخوانیم. و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. گود ویله ات تو سکوله سی ات گود وار دن ان ار دن هکست اکتوریتیتن. خدا اون والاترین اقتدار آفرینش است. Vi hinner inte gå in på det nu, men Gud la in en bestämmelse här att de skulle inte äta av det här trädet. ما الان نمیخوایم بسیار به جزئیاتش وارد بشیم، ولی کن خدا تصمیم گرفته بود و گفت که شما از این درخت، تنها از یک درخت، از این درخت نخورید. Utan acceptera Guds suveräna budord. بلکه قبول بکنید و احترام بگذارید به این فرمان مستقل الهی. و så länge de vandrar i lydnad och accepterar detta kunde de njuta av det underbara i Edens lustgård. تا وقتی که اونها در اطاعت رفتار میکردن و میخرامیدن میتوانستن از اون از بهترین محصولات اون باغ عدن میتوانستن استفاده کنن. Men när de sen bröt Guds suveränitet så blev det en förbannelse. ولیکن از زمانی که اونها اون انسانهای اولیه استقلال خدا را وارد حریم مستقل خدا شدن و اون را شکستن لعنت بر روی زمین آمد. و سندن کم این ای سکاپلسن. و گناه وارد آفرینش شد. و دو کم اکسا اندلیگ دود این و ده بتیدر ات من ها بروتن گمینسکاپ می گود. و مرگ روحانی آمد به این معنی که اونها رابطهشون را همنشینی و مشارکتی که داشتن با خدا اون منقطع شد. و نستا استیگ وا اوکسا ده فیزیسکا دودن و ات یوردن بلی فبانند. و گام بعدی این بود که اونها به طور جسمی هم به طور فیزیکی هم مورد لعنت واقع شدن و زمین هم ملعون شد. På grund av att man bröt mot Guds budord. به خاطر این بود که اونها فرامین الهی را شکستن. Men tack och lov. ولی خدا را شکر. Jesus kom. عیسی آمد. Och återlöst oss. و ما را باز خرید و ما را آزاد و رها کرد. Amen. از هر گناه. Låt oss läsa i Galaterbrevet 3:13. بگذارید از نامه غلاطیان بخوانیم. نامه غلاطیان 3 با فصل 3 و آیه های 13 و 14. وقتی مسیح به خاطر ما ملعون شد، ما را از لعنت شریعت آزاد کرد، زیرا کتاب مقدس می‌فرماید هر که به دار آویخته شود ملعون است. این همه واقع شد تا برکتی که خدا به ابراهیم وعده داده بود به وسیله عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد، تا ما روح القدس موعد را از راه ایمان به دست آوریم. آمین. آمین. Det här gjorde att vi kom tillbaka till utgångsläget. پس این ایجاد کرد که ما بتوانیم به اون وضع اولیه خودمون بازگشت کنیم. Vi friköptes. ما آزاد خریده شدیم. För att vi skulle tillbaka till välsignelsen och den fulla gemenskapen med Gud. تا این که همون برکات اولیه رو که خدا منظور نظر داشت رو ما حاصل کنیم، بیابیم و
وارد همنشینی و مشارکت با خدا. یسوس دوگ پو کورسه. وقتی که عیسی بر روی صلیب جان داد، توگ هان سیندن. او گناه را برداشت. و gjorde att vi återigen kunde få kontakt med Gud. و این کار را کرد که ما بتوانیم باز دوباره با خدا ایجاد تماس بکنیم. Men han tog inte bara bort synden utan han tog också bort konsekvensen av synden. ولی کن عیسی نه فقط این که گناه را برداشت بلکه نتایج گناه را، عکس العمل هایی که اون ایجاد میکرد رو نیز بر روی زمین برداشت. Och konsekvensen var förbannelse. و نتیجه گناه لعنت بود. Så korset var en bild på förbannelsen men också törnekronan. پس صلیب نشانه لعنت بود و همچنین البته خار اون تاج خاری که بر سر عیسی گذاشت. Så Jesus blev gjord till förbannelse. پس عیسی ملعون شد، مورد لعنت قرار شد. För att vi skulle vara fria ifrån den. تا اینکه ما بتوانیم از لعنت ها آزاد شویم. Vi blev återlösta. ما باز خریده شدیم و آزاد و رها شدیم. Och vi kom tillbaka till den ställning som Adam och Eva hade före syndafallet. و ما بازگشت داده شدیم به اون جایگاهی که آدم و حوا داشتن قبل از سقوط در گناه. Då Gud såg att allting var gott. اونجا که خدا دید و دید همه چیز نیکوست. Låt oss läsa i Johannes kapitel 1 och vers 8. بگذارید بخوانیم از انجیل یوحنا فصل 1 و آیه 8. یوحنس اوانگلیوم 1 یا نه یوشوا دو از یوشع میخوانیم، از کتاب یوشع باب اول و آیه 8 رو میخوانیم. نوشته شده است: این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. آمین. آمین. Också i psalm 1 och vers 3 läser vi. و همچنین از مزمور 1 و آیه 3 می‌خوانیم. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیگردد و هر آنچه میکند نیک انجام خواهد بود. Som Guds barn så tillhör välsignelsen dig. پس به عنوان فرزندان خدا برکات به شما متعلق است. Och Guds vilja för dig är framgång. و اراده خدا برای شما موفقیت و پیروزی و پیشرفت است. Djävulen vill inte att du ska se det här. شیطان نمیخواهد که شما این را ببینید هرگز به خود. Självklart. مسلم است. Men sanningen sätter oss fria. ولی کن راستی هست که ما را آزاد میکند. Att Gud vill att du ska framgå. که خدا میخواهد که شما ترقی و پیشرفت داشته باشید. Och det är den sanning som vi har kunskap om och praktiserar. و این راستی هست که ما در مورد او دانش داریم و اون را عملی میکنیم. Som förlöser Guds godhet och vilja i våra liv. و این راستی هست که میتواند اراده خدا را برای ما آزاد کند، نیکویی الهی را و برکات خدا. و نبی تعالی om att Gud vill att du ska framgång och lyckas väl så gäller alla områden i ditt liv. وقتی که در این مورد صحبت میکنیم که خدا میخواهد ما ترقی و پیشرفت و کامیابی داشته باشیم، این در مورد همه مناطق و نواحی زندگی. Det betyder inte att det är lätt att det är liksom en röd matta som bara rullas ut. به این معنی نیست که بیان و یک فرش قرمز جلوی شما پهن کنند در زندگی، در این حیات. En kamp och det kan vara en strid. ممکن است که نبردی باشد، مبارزه ای باشد. Men Guds ord säger att om vi strider efter stadgad ordning. ولی کن کلام خدا میگوید که اگر بر طبق اون نظم و مقررات بجنگیم، så vinner vi seger. پیروزی از آن ما خواهد. Amen. Amen. Och det måste bli en övertygelse i våra hjärtan. پس این میبایستی که یقینی باشد در دلهای ما. Vi läser i femte Mosebok 28 vers 1 och 2. از کتاب تثنیه و فصل 28 باب 28 آیه های 1 و 2 میخوانیم. و اگر آواز یهوه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده تمامی اوامر او را که من امروز به تو امر میفرمایم به جا آوری، آنگاه یهوه خدایت تو را بر جمیع امتهای جهان بلند خواهد گردانید و تمامی این برکت ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت،
اگر آواز یهوه خدای خود را بشنوید. آمین. آمین. گل اوور سین ولسینگنلسه. خدا برکات خودش را وعده می‌دهد. اگر ما به او گوش فرا دهیم. Det finns alltså villkor för att Gud i sin suveränitet. پس شرایطی هست که خدا در استقلال خودش. För att Guds välsignelse ska strömma i våra liv. تا اینکه برکات الهی بر ما جریان یابد. Men när vet att jag hör honom. ولیکن اگر که بدانم که من او رو میشنوم و gör därefter و بعد از اون انجام میدهم اون چرا که میشنوم. Gud har gett löften att vi ska vara välsignade. آنجا هست که خدا این وعده رو داده است در کلامش که ما مبارک خواهیم بود و برکت خواهیم. Vi avslutar med att läsa från Johannes kapitel 14. در اینجا خاتمه میدهیم با خواندن انجیل یوحنا فصل 14 و آیه های 21 و 23. هر که احکام مرا قبول کند و مطابق آنها عمل نماید او کسی است که مرا دوست دارد و هر که مرا دوست دارد پدر من او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و به او ظاهر خواهم شد. یهودا از او پرسید ای خداوند چرا می‌خواهی خود را به ما ظاهر سازی اما نه به جهان؟ عیسی در جواب او گفت هر که مرا دوست دارد مطابق آنچه می‌گویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد داشت و ما پیش او آمده و با او خواهیم ماند. Man kan inte vara mer välsignad än dessa löften vi läste. آدم نمیتونه بیشتر از اون چه که این وعده ها به ما وعده میدهند بیشتر از این برکات رو دریافت کنه. Så önskar dig Guds rika välsignelse. پس من آرزوی برکت خدا رو برای شما میکنم. و framgång i ditt liv. و پیشرفت و ترقی رو برای شما آرزو دارم. Du kanske inte ska sälja salt. شاید شما نبایستی که نمک بفروشید. Gud är kreativ. ولیکن خدا خلاق است. Men glöm inte. ولی کن از یاد نبرید گود بارا گود خدا فقط و فقط میخواست هنه بارا گودا پلان و فقط برنامه ها و نقشه های نیکو رو برای شما دارد و او در مورد شما تصمیم گرفت که شما میوه و ثمره بسیار به بارا بارید و موفق شدید därför att Gud bor i dig. چون که خدا در شما به سر میبرد زندگی. هر هانس کاراکتر و هانس egenskaper. و این خصوصیات و سیرت الهی هست. Hur det ser ut runt omkring det spelar ingen roll. اون چرا که در محیط خودتون در اطراف خودتون مینگرید هیچ رولی را بازی نمیکند. It was really as the förut. بلکه همین طور که قبلا اون خواندید. Du kan vara som ett träd med rötterna planterat djupt. می توانید مانند درختی باشید که ریشه هایش بسیار عمیق است. نیت وقتشلنا. و نشان شده نزد آب هست و در چشمه های آب ریشه هایش در اونجا جاده. و دید لیفسترا کن بلومسترا و برا فروکت میت ای اوکن هتن. و در وسط صحرا و بیابان خشک و گرم میتواند اون در موسمش میوه خودش را به بار بیاورد. گیوه سیگنده ای. خدا برکت بده به شما. خدا حافظ. خدا حافظ. Vi är så tacksamma till Gud för alla våra tittare in i Iran. ما خدا را بسیار شکرگزار هستیم برای همه بینندگانمون در ایران. و får såna glädje rapporter om många som blir frälsta varje månad. و هر ماه خبرهای خوشی میشنویم از بسیاری صدها نفری که در به خداوند ایمان میآورند. Men det har också gjort att det finns ett behov av mera program med undervisning. ولیکن این نیازهایی رو ایجاد کرده است که در مورد تعالیم هست. Därför har vi på vårt hjärta starta en tvåårig bibelskola. برای همین در دلمون ایجاد شده است که یک مدرسه انجیل یا مدرسه کلام خدای دو ساله احداث بکنیم. Som då skulle sändas en timme i veckan. که می‌خوایم که یک ساعت در هفته Men också ett program som tar upp lovsång och tillbedjan. باشد و همچنین می‌خوایم که یک کلاس‌هایی باشد در مورد پرستش و سرودهای تسبیح‌خوانی. Och sen en speciell företagsskola. و یک مدرسه تجارت و بازرگانی مخصوص. Som ska hjälpa våra iranska tittare att kunna starta egna företag och lyckas bra med det. که بینندگان ما را کمک خواهد کرد که بتوانند بزنس های خودشون رو و شرکت های خودشون رو بتونن احداث بکنن. Många är fattiga och många har ekonomiska problem. بسیاری با مشکلات اقتصادی و مالی مواجه هستند و فقر و غیر و غیر. Många blir av med sina jobb för att de just har blivit kristna. خیلی ها شاید از کارشون از دست بدن به خاطر اینکه به عیسی ایمان آوردن.
Men vi har tyvärr inte de ekonomiska möjligheterna att själva göra det. ولی متاسفانه ما این امکانات مالی رو نداریم که انجام. Men här kommer du som tittare in. و اینجا شما که بیننده هستید شما وارد میشوید. Du kanske är iranier som bor utanför Iran. شاید شما ایرانی هستید که بیرون خارج از ایران. Och du känner Guds ande rör vid dig att så in i detta arbete. و حس میکنید که روح خدا شما رو لمس میکند که در این کار بتوانید بکارید. Så att vi kan ge Guds ord in i Iran. شما بتوانید کلام خدا را به داخل ایران برسانید. Du kan ringa det här telefonnumret som du ser på skärmen. شما میتوانید به این شماره تلفنی که بر روی صفحات تلویزیون هست میتونید بنویسید. Eller gå in på våran hemsida. زنگ بزنید و یا اینکه وارد صفحه اینترنتی ما بشید. Klicka på partner. و کلیک بکنید اون اشتراک رو با ما. Vi har sagt så här att vi har fått ett antal skivor utav Per Sørtorp. ما یک تعدادی از این سیدی هایی رو گرفتیم، سیدی های پرستشی هست به زبان انگلیسی از آقای پر سورتون. Och du har säkert hört honom i olika program. حتما شما ایشون رو شنیده در برنامه های مختلف ما. Vi har sagt att du får en sån här. و تصمیم گرفتیم که یک همچنین چیزی رو به شما تقدیم کنیم، یک همچنین سیدی. Om du ger en engångsgåva på 1000 kronor eller 115 euro. هدیه ای برای ما بفرستی به مبلغ 115 یورو و یا 1000 کرون به بالا. Eller om du varje månad vill ge 200 kronor. و یا اینکه میخواهید که مشترک ما بشید و هر ماه 200 کرون و یا 25 یورو. Motsvarar 25 euro. که همون به موازات 25 یورو هست. So fråga Herren vad du ska ge. پس از خدا بپرسید، از خداوند ببینید که چطور میتونید از این کار حمایت بکنید. Gud vill signa varje givare. خدا برکت بدهد همه بخشنده های شاد. Guds ord talar om att så in i Guds rike. کلام خدا میگوید که در پادشاهی خدا بکاریم. Kommer att vill signa tillbaka. و برکات رو درو خواهیم کرد. So Gud vill signa dig. پس خدا برکت بده شما. Victory from Calvary. The only truth that sets you free. Bringing full salvation. Perfect restoration from our God. Name above all other names, name above all other names is Jesus, Jesus. Name above all other names, name above all other names. Jesus, Jesus, streams of water over.